سلام، سیما هستم و اینجا کانال سی چاکلته. توی این ویدیو قراره در مورد چاکلت اینگریدینس یا همون ترکیبات شکلات و اینکلوژن چاکلت باهاتون صحبت کنم و تفاوتشون رو براتون بگم. با من همراه باشید. خیلی کلی بخوام براتون توضیح بدم، اینطوری میتونم بگم که چاکلت اینگریدینس یا مواد تشکیل دهنده در واقع مواد اصلی هست که برای ساخت شکلات استفاده میشه. حالا منظور از ساخت شکلات تمام اون مراحل گرایندینگ، کنچینگ رو شامل میشه، یعنی موادی که در مرحله گرایندینگ و کنچینگ به شکلات اضافه میشه و در واقع جزء ساختار اون شکلات نهاییمون میشه، جزء چاکلت اینگریدینس هست که حالا جلوتر جزئیات بیشتر و تفاوتش رو با یک سری موضوعات دیگه براتون توضیح میدم. حالا اینکلوژن چاکلت در واقع موادی هستش که بعد از ساخت شکلات به شکلات اضافه میشه و در واقع با خود شکلات گرایند نمیشه، مثل استفاده از یک سری آجیل ها، میوه های خشک، کارامل، کوکی، کندی های مختلف که معمولاً اینکلوژن چاکلت ها اون ترکیبات اضافی که به شکلات اضافه میشه در مرحله مولدینگ استفاده میشه. اگه بخوام در مورد شکلات تلخ، شکلات شیری و شکلات سفید براتون توضیح بدم، میتونیم بگیم که اجزای تشکیل دهندهش یا همون اینگریدینتسش در واقع برای شکلات تلخ کوکو نیبز یا دانه کاکائو، کر کاکائو، شیرین کننده و گاهن وانیل و لسیتین هستش. در مورد شکلات شیری تمام اون مواد هست به اضافه یه شیر خشک که اینها رو جداگانه من توی ساخت شکلات های مختلف براتون توضیح دادم که لینکش رو داخل دسکریپشن براتون میذارم. و اما شکلات سفید که ترکیبات اصلیش یا اینگریدینسش در واقع شیر خشک، کره کاکائو و شیرین کننده و گاهی وانیل هم هستش. اگر ویدیوهای ساخت انواع شکلات رو توی کانالمون تماشا کرده باشید، میبینید که شکلات ها با طعم‌های مختلف رو من آموزش دادم، مثلا شکلات فندقی یا شکلات توت فرنگی یا شکلاتی که با جوی دو سر ساخته میشه. ببینید اینها باز هم مواد اولیه‌شون، یعنی اون شکلات فندقی، فندق جزء اینگریدینتسش هست. چرا؟ چون در مرحله گرایندینگ اضافه میشه و در بیس شکلات به حساب میاد و در واقع یک شکلات طعم‌دار هست. پس توجه کنید که هر ماده که در مرحله گرایندینگ برای ساخت شکلات اضافه بشه جزء اینگریدینتس اون شکلات به حساب میاد. حالا اینکلوژن چاکلت ها در واقع شکلات با طعم‌های مختلف میتونه شکلات تلخ باشه، شیری باشه، سفید باشه که در مرحله مولدینگ میان یه سری مواد بهش اضافه میکنن. حالا میتونن شکلات تمپر شدن با اون مخلوط کنن و بعد مولدینگ اتفاق بیفته، یا مولدینگ رو انجام میدن و قبل از اینکه شکلات داخل یخچال بره پشت شکلات رو با حالا آجیل ها، کارامل ها، کندی ها یا میوه های خشک دیزاین کنم. در واقع این ترکیباتی که به اون شکلات اضافه میشه و به هیچ عنوان گرایند نمیشه جزء اینکلوژن چاکلت ها هستن. اگه بخوام براتون مثال بزنم، مندیانت ها، کریسپی ها، کلاسترها که ویدیوی جداگانه برای درست کردنش داریم توی کانال و من لینکش رو براتون میذارم، اینها همه جزء اینکلوژن چاکلت ها هستن. موادی که به عنوان اینکلوژن به شکلات اضافه میشه، تأثیری که توی شکلات میذاره میتونه بافتش رو از نظر حسی تغییر بده. یعنی چه جوری؟
یعنی وقتی که مصرف کننده اون شکلات حالا در ترکیب با آجیل باشه یا با میوه باشه، یک تجربه حسی متفاوت خواهد داشت، چون در کنار شکلات یک بافت متفاوت با شکلات میتونه حالا میوه باشه یا آجیل باشه رو داخل دهانش تجربه کنه و در واقع یک ماوس فیل متفاوتی رو میتونه توصیف کنه از شکلاتی که داره استفاده میکنه. در واقع موادی که به عنوان اینکلوژن برای درست کردن اینکلوژن چاکلیت ها به کار میره، بیشتر هدفش این هستش که یک حالت کرانچی رو به شکلات اضافه کنه که هم تنوع محصول ایجاد میشه، هم برای مصرف کننده جذاب تر میشه. که یکی از مواردی که به عنوان اینکلوژن استفاده میشه و خیلی هم طرفدار داره کوکونیپس هست، که در این حال که طعم متفاوتی از شکلات نداره اما اون حالت کرانچ رو به مصرف کننده میده. موادی که به ترکیبات اصلی شکلات اضافه میشه، حالا میخواد جزء اینگریدینتسش باشه یا به عنوان اینکلوژن باشه، مثل چیزهایی که گفتم، مثل میوه های خشک، مثل آجیل ها، کارامل ها و خیلی از مواد دیگه، وقتی که به شکلات اضافه میشه شلف لایف شکلات پایین میاد و نوع نگهداری شکلات متفاوت تر میشه. شکلات حساس تر نسبت به دما میشه. مثلا وقتی که میوه خشک داخل شکلات استفاده میشه، میوه های خشک توانایی جذب رطوبتشون بالاست و وقتی داخل شکلات میشه پس میتونه رطوبت بیشتری رو از محیط جذب کنه و محیط مناسبتری برای رشد میکروارگانیسم ها باشه. برای همین میگم که خیلی حساسن و نحوه نگهداریشون، درجه حرارتی که باید نگهداری بشن کاملا متفاوته و بهتره که بعد از خرید زودتر مصرف بشن. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودین. اگر کانالمون رو دنبال نمی کنید اما به موضوعات شکلاتی علاقه دارید، حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید.